فروزه مقدادی همسر سابق ابی در یک مرکز حقوقی و وکالت آمریکایی فعال است. قبل از انقلاب در ایران فوق لیسانس حقوق گرفت و به عنوان وکیل دادگستری مشغول به کار بوده است. پدرش سرهنگ مقدادی نیز پس از بازنشستگی از ارتش به عنوان وکیل پایه یک دادگستری مشغول به کار شده بود. فروزه همسر نخست ابی بود و مدت هاست از ابی جدا شده و در حال حاضر ارتباط چندانی با ابی ندارد. اما نحوه آشنایی و ازدواج این دو و همینطور تأثیر و کمک او به رشد و هنری و کاری ابی در آغاز کارش کتمان ناپذیر است و در این حال داستانی هست شنیدنی، مخصوصا زمانی که برای نخستین بار از زبان خود فروزه بازگو می شود. حاصل ازدواج ابی و فروزه سه دختر است. نخستین دختر خاتون 30 سال سن دارد و ماه گذشته دکترای حقوق گرفت. سایه دومین فرزند آنهاست که 29 ساله است و 3 سال پیش 2 لیسانس در مدیریت بازرگانی و کامپیوتر گرفت. اصل نیز کوچکترین دختر است که 28 سال سن دارد و ماه گذشته لیسانس خود را در رشته روانشناسی و مشاور خانوادگی گرفت. و اما داستان ابی و فروزه از کجا شروع شد؟ کابار کوچینی، محل اولین دیدار و همینطور دیدارهای بعدی ابی و فروزه بود. فروزه تعریف می کند که من از کلاس 7 دبیرستان علاقه زیادی به موزیک داشتم و آن موقع هنرمندان بزرگ آن روزگار مثل روانبخش، عارف، سورن، محمد نوری و دیگران از دوستان بسیار نزدیک و خانوادگی ما بودند و هفته 2-3 روز در منزل ما می آمدند و می رفتند. آقای سورن وقتی علاقه بسیار زیاد من به موزیک و آواز را دید با پدرم صحبت کرد تا من را به هنرستان عالی موسیقی بفرستند. پدرم قبول کرد و من به هنرستان عالی موسیقی رفتم. در ابتدا از من امتحان گرفتند و تشخیص دادن که انگشتان من و نوع دست و حالت انگشتان من به درد سازی به نام ویالونسل می‌خورد. من کلاس 7، 8 و 9 را در هنرستان عالی موسیقی ویالونسل و آواز خواندم. در کلاس 10 به دلیل تمرینات زیادی که می‌کردم و به دلیل جسه کوچکی که داشتم مهره‌های 5 و 6 کمرم از هم باز شدند و دکتر اجازه نشستن را از من برای 1 سال گرفت. در نتیجه مجبور شدم ساز را کنار بگذارم و برگشتم به دبیرستان رضا شاه کبیر و دیپلم ادبی را از این دبیرستان گرفتم و ساز را کنار گذاشتم، ولی علاقه من به موزیک همیشه بوده و هست و همیشه دنبال می‌کنم. آن موقع پدرم رئیس ستاد لشکر 8 زرهی خوزستان بود و تابستان که با برادرم برای دیدار پدر مادرم به اهواز رفتیم، فرهاد را شناختم. فرهاد اهوازی بود و در اهواز هم آقایی بود به نام رشید که یک پانسیون را به صورت رستورانی به نام خورشید درست کرده بود که فرهاد با 3 نفر از دوستان خودش که نوازنده بودند در آنجا آواز می‌خواندند. من هم چون عاشق موزیک بودم مرتب با آنجا می‌رفتم و چون فرهاد فهمیده بود که من پیانو می‌زنم، یک شب از من دعوت کرد تا پیانو بزنم. من پیانو را در هنرستان عالی موسیقی آموخته بودم چون پیانو ساز دوم بود و نواختن آن برای تمام دانشجویان اجباری بود. از آن به بعد هر وقت به آنجا می‌رفتم فرهاد از من دعوت میکرد و من میرفتم یک قطعه سونات بتوون یا قطعه کوچک دیگری را با پیانو اجرا میکردم. بعدها فرهاد آمد به تهران و با گروه بلکت همکاری کرد. در کابره کوچینی برنامه اجرا میکرد. ما شبهای جمعه با خانواده به کوچینی میرفتیم و فرهاد آواز میخواند. بعدها که بزرگتر شدم با برادر و دوستانم به کوچینی میرفتم و در این مدت با شهبال شب‌پره هم آشنا شده بودم و اون نیز میدانست که من به مدرسه موزیک رفتم. بنابراین همیشه از من نظر میخواست که این خواننده چطور است، آن نوازنده چطور است و من نظرم را میگفتم. یک شب شهبال گفت که فرهاد خسته شده و نمیتواند هر شب فقط ساعت 4 بخوابد و باید به فکر یک خواننده دیگر باشم. به همین خاطر شهبال یک باند محلی را آورده بود که در کوچینی میزد. نام این باند کوچک و محلی سامبویز بود و چند تا از بچه های یک محله که در یک کوچه زندگی میکردند آن را تشکیل داده بودند. یکی از آنها ابی بود. ابی خواننده این گروه بود.
از آنجا ارتباط و دوستی من با ابی شکل گرفت و بین فریدون فروغی و ابی من به شهبال گفتم که ابی را انتخاب کند. پدرم وقتی از ارتباط دوستی من با ابی خبردار شد، من را با آمریکا برای ادامه تحصیل فرستاد و گفت بعد از اینکه برگشتی و هنوز خواهان ابی بودی، باهاش ازدواج میکنی. پدر من مخالف 100% رابطه من با ابی بود و به خاطر همین من را به آمریکا فرستاد تا هوای ابی از سرم بپرد. من وقتی به آمریکا رفتم، درسم 6 ماه بعد شروع می شد و به پدرم گفتم که من نمی توانم 6 ماه اینجا بیکار باشم و برمی گردم ایران و کنکور می دهم، ولی پدرم مخالفت کرد. ولی با این وجود من برگشتم ایران و کنکور دادم و جزو نفرات اول کنکور شدم. فروزه در آن موقع قصد ازدواج نداشت و به ازدواج هم فکر نکرده بود، اما با درخواست پدرش بین دو راهی مانده بود که یکی به ازدواج ختم می شد و دیگری پایان رابطه احساسی خود با ابی. او تصمیم به ازدواج گرفت. فروزه در ادامه می گوید وقتی به پدرم گفتم که ازدواج می کنم، برای اولین بار پدرم با ابی صحبت کرد و به او گفت که فروزه ماهی 2500 تومان پول لباس از من میگیرد و ماهی 3000 تومان پول تو جیبی. شما درآمدتان چقدر است؟ ابی در پاسخ گفت من شبی 80 تومان میگیرم. پدرم گفت شبی 80 تومان که میشود 2400 تومان. ابی گفت از این پول باید به خانواده هم کمک کنم. پدرم گفت آقا فروزه 2500 تومان پول لباسش است و 3000 تومان پول تو جیبیش. شما چطور میخواهید مخارج او را تامین کنید؟ در طول این مدت ابی چیزی نمیگفت و فقط گاهی به من نگاه میکرد. بالاخره بعد از صحبتهایی که پدرم و ابی کردن، یک روز پدرم آمد و کاغذهایی را که از دادگستری آورده بود به من داد و گفت این کاغذها مال توست. نگاه کردم و دیدم که پدرم طبق قوانین اسلامی و دادگستری موافقت خود را به عنوان اجازه پدر به دختر برای ازدواج تنظیم کرده و به ثبت رسانده است. اما شرحی که پدرم نوشته بود نشان می‌داد که او قلباً با این ازدواج موافق نیست و به خاطر من مجبور شده تن به این کار دهد. دوستان مرسی که تا آخر ویدیو همراه من بودین. ادامه خاطرات فروز مقدادی را در یک ویدیو دیگه براتون میذارم. خوشحال میشم نظراتتون را برامون کامنت کنید، ویدیو ما را لایک کنید و کانال ما را سابسکرایب کنید. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.